به گرمای زرین و آزرین میهن ایران زمین در شامگاه سهشنبه سوم آزر ماه بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان دفتر دیگری از صفحه یک را ورق میزنیم با تازه های از ایران منطقه و جهان نخواست مروری بر سرفصل اهم مطالب و برگزیده امشب باستاب گسترده حضور پوتین در تهران و اهدای قرآن به فقیه حاکم علی خامنه ای و خوشنودی و خوشخویی خامنه ای از این دیدار و تمجید از پوتین سرایت موج دلواپسی ها از هسته ای به سیب زمینی با نخستین استعفای نماینده مجلس کوچکزاده در بهارستان برای گرانی سیب زمینی در تهران افشای جزئیات تازه‌ای از فسادهای کم سابقه عهد احمدی نژاد در محاکمه زنجانی در ماجرای ارسال سرب به جای طلا در عرصه فرامنطقه‌ای سرنگونسازی یک فروند هواپیمای نظامی روسی از سوی جنگنده های ارتش ترکیه بر فراز سوریه همان گونه که می‌بینید و می‌شنوید شهروندانی که در حال ضبط عکس و فیلم هستند یا نظامیان محیطی به زبان ترکی اشاره می‌کنند که هواپیما در حال سقوط است. هشدار ناگهانی آمریکا به شهروندانش از مخاطرات احتمالی سفر به سایر نقاط جهان آن وجود هول و حراس و ترس در قاره سبز از حراس سیاه پوشان داعشی خاصه با تمدید وضعیت اضطراری در بلژیک و گمانه های نو و منافذی تازه در افق بحران سوریه اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه شنبه سوم آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه با مروری بر چند خبر کوتاه برنامه را پی میگیریم گسترش حراس در پهنه گیتی با هشدار غیر مترقبه آمریکا به شهروندانش وارد فاض تازه ای شد وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در جهان در مورد سفرهای بین المللی به شهروندان آمریکایی هشدار داد در بیانیه کم سابقه ی وزارت خارجه آمریکا که دیروز دوشنبه منتشر شد از شهروندان این کشور خواسته شد تا در سفر به دیگر کشورها و هنگام حضور در اماکن عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مراقب و هوشیار باشند در این بیانیه از جمله اشاره شده بود که اطلاعات موجود نشان میدهد که شبه نظامیان گروه های حکومت اسلامی، القاعده، بوکو حرام و سایر گروه های تروریستی قصد حمله به مناطق مختلف جهان را دارند. در این بیانیه تصریح شد که این هشدار تا 24 ماه فوریه میلادی یعنی اوایل اسفند ماه ای ایرانی برقرار است. و اما در سوی دیگر در تازه ترین اقدام سیاسی از سوی آمریکا کاخ سفید از متحدانش در اعتلاف بین المللی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی داعش خواسته است در مبارزه با این گروه مشارکت بیشتری داشته باشد سفیران بیش از 65 کشور عضو اعتلاف روز دوشنبه در محل وزارت خارجه آمریکا در این باره مذاکره کردند در این جلسه راه های هدف قرار دادن منابع مالی داعش و جلوگیری از سفر افراد به سوریه و عراق برای پیوستن به این گروه بررسی شد بعد از این جلسه مگرک نماینده ویژه آمریکا گفت از شرکای ائتلاف خواسته است که برای تحت فشار گذاشتن داعش بیشتر تلاش کنند و بالاخره در سلسله مخاطرات پیش روی داعشی باز به بلژیک سری میزنیم که متهمی تازه در بین 16 نفر دستگیر شده دیروز کشف شده است پلیس بلژیک یک مزنون چهارم رو در ارتباط با حملات اخیر پاریس و جرائم تروریستی متهم کرد. ستان فدرال بلژیک گفت که این متهم یکی از 16 نفری بود که یک شنبه توسط پلیس دستگیر شد. باقی آنها بدون طرح اتهام آزاد شدن شارل میشل، نخواست وزیر بلژیک گفت وضعیت فوق العاده امنیتی که هم اکنون در بالاترین سطح ممکن است در بروکسل ادامه خواهد یافت و نسبت به تهدیدی قریب الوقوع هشدار داد. اما مقام ها قصد بازگشایی مدارس و مترو در روز چهارشنبه فردا را دارند. بیانیه یه دفتر دادستانی بلژیک اشاره کرد که این مرد که از او نام برده نشد به مشارکت در فعالیت های گروه تروریستی و در یک حمله تروریستی متهم شده است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با جستاری بر روزنامه های امروز ایران در ایران فردا. پوتین و علی خامنه صدرنشین صدر نشین بیشتر روزنامه های امروز تهران بودند. یک نسخه قرآن روسی که از سوی پوتین به علی خامنه اهدا شده بود آن هم در صندوقی سبز رنگ که نما و شمای امامزاده داشت به طور یک پارچه ای در رسانه های چاپی تهران باستاب گسترده یافته بود بسان مقدسات و امامزاده ها پس از این دو مسئول حکومتی یعنی خامنه ای و پوتین بابک زنجانی موسوم به بسیجی اقتصادی برساخته ی عهد احمدی نژاد و اظهارات عجیب و تازه ی وی از فسادهای سازماندهی شدهش مورد تحلیل و واکاوی رسانه های بسیاری واقع شد همینک مروری خواهیم داشت بر چند موضوع مهم و منتشره در روزنامه های امروز سشنبه سوم آذر ماه روزنامه آفتاب یزد صفحه اصلی را به دیدار پوتین و روحانی آراست و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا روسیه به ایران من شد به گسترش ارتباط این تو کشور اشاره ای تحلیلی داشت و در یک گزارش تفسیری تحلیلی دستور پوتین قبل از سفر به ایران برای لغو ممنوعیت انتقال تجهیزات ویژه هسته ای به ایران را نشانه ای مهم برشمرد که پوتین را در مصمم بودن تصمیم سیاسیش با جمهوری اسلامی ایران جدی توصیف می کرد در سوی دیگر روزنامه اعتماد ابتکار شرق و سایر روزنامه های نزدیک به تیف های از میان روهای ایرانی همگی تمام نیم صفحه اصلی را پوتینیزم آراستند یکی با قرآن و دیگری با هستئی و دیگری هم با گاز همان گونه که میبینید اعتماد نوشت که پوتین قرآن هدیه آورد ابتکار تهران را پایتخت گازی جهان خواند شرق نیز از حضور سلاطین گاز در تهران نوشت و اما حضور و ملاقات بیواسطه و بدون تشریفات فرودگاهی پوتین و مستقیم رفتنش به بیت رهبری به نحوی مرتوجه و ایما و اشاره های تحلیلی برخی از روزنامه های امروز قرار گرفت از جمله روزنامه وطن امروز تیت زده بود مستقیم بیت رهبری این روزنامه نزدیک به دولت مردان پیشین یعنی احمدی نژادی ها این اقدام رئیس جمهور روسیه رو تا حدود اقدام بی سابقه که خارج از تعارفات دیپلماتیک و تشرفات دیپلماتیک از فرودگاه مهرآباد به دیدار خامنه ای رفت این روزنامه در حالی که عکسی شادان و رضایتمند و خندان از هر دو سوی ملاقات کننده و ملاقات شونده نشان میداد به نقل از پوتین خطاب به فقیه حاکم در تهران گفت که شما را متحدی مطمئن و قابل تکیه در منطقه و جهان میدانیم و با روزنامه شهروند شهروند در همین رابطه از این موضوع به عنوان ملاقات ویژه یاد کرده بود البته در ستونهای تحلیلی و سرمقاله ها و یادداشت‌های ویژه‌ای شهروند در این رابطه منتشر کرد از جمله در یک یادداشت تحلیلی با اشاره به پیشینه روس‌ها در تعامل با جمهوری اسلامی آن هم در مجامع جهانی از آن به عنوان نوعی انفعال یاد کرد که همواره به نحوی با آمریکا همسو شده بود ولی گویا با حضور اخیر پوتین این انفعال به ارتقا در روابط با جمهوری اسلامی تبدیل شده است شهروند در ذکر مصادیق موضوع به, مس... به, مثالی چون جنگ عراق و عملیات طوفان صحرا جنگ دوم خلیج فارس در ایام جورج بوش دوم و حتی حمله اخیر لیبی در سالهای اخیر و به طور خلاصه به عدم تحویل سامانه های اس 300 به ایران اشاره کرد که گویا این سیاست های انفعالی روس ها میرود که پایان یابد نویسنده ی روزنامه شهروند معتقد بود که روابط روسیه و ایران پس از این اتفاقات به ویژه پس از توافق پنج به علاوه یک یعنی هستهای میتونه از یک ثبات و پایداری قابل قبولی برخوردار شود روزنامه ی شهروند با نقدی نرم به سیاست های سابق روس ها اشاره کرد با وجود آنکه انتقادات قابل توجهی به سیاست های پیشین روسیه در مواجهه با ایران وارد است ولی نباید فراموش کرد که گرایشی نیز در ایران وجود داشته و دارد که بی اعتمادی نسبت به روس‌ها را رو ریشه‌ای و اساسی و آن را غیر قابل تغییر می‌داند گرایشی که قطعا به نفع منافع ملی ایران نیست و باید در آن تجدید نظر کرد که در واقع خانشی اعتدالی از گسترش روابط ایران و هاست که در برابر احتمالا اصلاح طلبان اتخاذ کرد روزنامه شهروند نگاه ها به سوریه و بحران سوریه هر روز سویه هایی تازه می گیرد. در این راستا نگاهی خواهیم داشت به یکی از نشریات منطقه که دیدگاه های محمد جواد زریف وزیر خارجه ایران رو منتشر کرد تازه ترین اظهارات ظریف در روزنامه از سفیر لبنان در واقع انتشار که در برخی از های امروز تهران نیز بهش اشاره شده بود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای که در روزنامه لبنانی از سفیر انتشار نوشته بود در واقع اظهار امیدواری کرده بود که برای نخستین بار روزنه ی امیدی برای حل بحران سوریه در افق دیده می شود ایشان در این مقاله خواستار برقراری آتش بس در سوریه شد و از بازیگران خارجی در بحران سوریه خواست تا به حکومت و مخالفان سوری کمک کنند تا فرایند گفتگوی سوری سوری را تسریع سازند ظریف در این مقاله همچنین نوشته بود که همه بازیگران و شرکای فرایند پایان دادن به بحران سوریه بایستی به سیاست های عظیم و بی تأثیر مبتنی بر سوء استفاده از تروریسم تقسیم تروریسم به خوب و بد پایان دهند و همه انواع تروریسم را منفور بدانند ایشان در بخش دیگری از این مقاله اشاره کرده بود که گام نخست در مسیر حل بحران سوریه برقراری آتش بس فوری و پایان دادن به خونریزی هماهنگی همه جانبه بین المللی برای مبارزه با تروریسم و, و افراط است و این گام شرایط را برای برداشتن گام های موازی بعدی هموار می کند برق می زنیم با روزنامه دیگر همان گونه که انتظار می رفت عمده نوشتار و مقاله ها و سرمقاله ها و حتی گزارش های تحلیلی امروز حول دیدار یک روزه پوتین از ایران و دیدار دو جانبه با علی خامنه ای اختصاص یافت از جمله روزنامه اعتماد با دو صادق عرصه سیاست ایران در واقع یادداشتی از این دو صادقه ها اشاره کرده بود صادق خرازی و صادقه زیبا کلام از جمله به نقل از صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تحلیلی ضمن مهم دانستن آماده شده همزمان دولت مردان کشورهای جهانی از دو بلوک و دو قطب سیاست نتیجه تحلیلی گرفت که ایران هرچند هنوز در بلوک کشورهای نظیر روسیه تعریف می شود اما تغییر نگاه دیپلماتیک تهران را به بلوک غربی بازیگران بین المللی دریافتند به عبارتی ایران هنوز زمین بازی خود را تغییر نداده اما برای تاکتیک های خود نشانه های واضحی از تغییر را به دنیا ارسال کرد گرچه هنوز مسئله است که این وضعیت چگونه در معادلات داخلی خود را نشان خواهد داد در واقع اشاره داشت به بازی های CSC ایران برای یارگیری بهترین گزن... گزینه ها در میدان عمل و پیش دی... دیپلماسی خارجی و اما دیگر صادق ستون نویس روزنامه اعتماد صادق خرازی بود که هم دستی در بیت رهبری دارد و هم در محافل اصلاحی و اعتدالیون حضوری گاه و بیگاه صادق خرازی که گنجینهدار ثروتمند درون نظام فقها هاست و بعضا از او به عنوان کارشناس نسخ خطی نیز یاد می شود در شماره امروز اعتماد در یادداشتی با عنوان آن قرآن چه بود به نشان شناسی یک هدیه کوشید و نوشته بود که رهبر روسیه به عنوان یک اقدام نمادین قرآن کریم و کتاب مقدس اسلام را نشانه و معید اعتقاد مسلمانان به همزیستی میداند و کسانی که دارای فهم سیاسی هستند میدانند این حرکت پوتین دارای یک پشتوانه فکری و فلسفی عمیق است این قرآن که پوتین به همراه خدا ورد یکی از قدیمی ترین آثار کتابت مصاحیف شریف تاریخ اسلام است و از دور میتوان توان حد زد چه ارزش والایی دارد معاون پیشین وزارت خارجه ایران در این مقاله ادامه داد که علاوه بر ارزش معنوی بی‌نظیر این اثر ارزش مادی آن نیز بسیار زیاد است و گمان میرود در قرن سوم کتابت شده باشد به لحاظ ارزش تاریخی و مادی یکی از مهمترین و ارزشمندترین مصاحیف موجود در موزه های جهان است ادامه میده هم در وقت باقی مانده و اما روزنامه نو امروز سهشنبه به جامعه روزنامه های ایران افزوده شد همان گونه که پیشتر نیز از سوی سر در واقع سردبیری و دستن در کاران این روزنامه اعلام شده بود که در خبرگزاری ایسنا و ایلنا دو خبرگزاری نسبتا متمایل به تیف های ایرانی خبرش را انتشار داده بودند امروز بر پیشخان نشریات شهر نشست صفحه آرایی و نوع مطلب برگزیده ی صفحه نخست پس آن سایر روزنامه است که با آمدن دولتی میآیند و میرویند و زود نیز با خشم گروهی میروند یا بسته میشوند وقایع اتفاقیه نام روزنامه ایست نوستالوژیک البته که صادق خرازی مدیر مسئول و سید شهاب الدین تبا تبایی رو بر عهده دارند مصطفی خانزادم صاحب امتیاز در شماره امروز ظریف را صدرنشین نشین صفحه یک ساختند و در گفتگوی اختصاصی با این دولت مرد تکنوکرات کابینه ی روحانی موضوع نخست شماره نخست را عملا به دیپلماسی خارجی اختصاص دادند و در تیتر یک شماره امروز به نقل از ظریف نوشتن که واسطه گری کری را نپذیرفتن که با تیتی تا حدودی ایهامی و ابهامی مخاطبان را برای خواندن اصل متن موضوع بیشتر ترغیب میکرد در بخشی از این گفتگو خبرنگار وقایع اتفاقی از ظریف فرسید چرا واسطهگری آمریکا برای برقراری ارتباط و مذاکره با عربستان را نپذیرفتید که وزیر خارجه ایران پاسخ داد به دلیل آنکه ما نیازی به واسطهگری نداریم من در اجلاس وین دو با وزیر خارجه عربستان صحبت کردم و با آقای عادل الجبیر گفتم که ما امنیت شما را مانند امنیت خودمان میدانیم خبرنگار از ایشون پرسید که اما ظاهرا رفتار عربستان نشان میدهد آنها کاملا به ایران بی اعتماد هستند همسویی آنها در سیاست خارجی با اسرائیل نشان دهنده نوع دیدگاه آنها نسبت به ایران است آیا اینگونه نیست به نظر شما چرا این طور شده که جواد ظریف در ادامه به وقایع اتفاقی جواب داد که من معتقدم این رفتار مقامات عربستان سعودی موقتی است آنها به دلیل تحولات ناگهانی در روابط ایران و غرب به زن آقای ظریف دست پاچه شدند به معنای درستتر بازم به زن آقای ظریف آنها به یک وضعیت مشخص عادت کرده بودند که پس از مدتی و با تعامل دو رفع ابهام خواهد شد البته وزیر خارجه نظام ولایت اشاره نکرد که نقشه مداخلات جمهوری اسلامی و سرداران سپاه در کشورهای منطقه‌ای و عربی به منظور ایجاد کشورهای هلال شیعی یکی دیگر از مشکلات کشور عربستان سعودی است وگرنه در ایام دولت خاتمی که در واقع کشور پادشاهی عربستان روابط بسیار محترمانه و دو جانبه ای رو با ایران داشت که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و تنخویی های شخص علی خامنه ای در عرصه دیپلماتیک مسیر معکوس کردید در هر روی گروه خبر تلویزیون ایران فردا خاصه برنامه صفحه یک ورود و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه را به جامعه مطبوعاتی ایران خوش آمد میگوید و آرزومندیم که روزهای روشنگریش ایمن از گزند توقیف و تعطیلی باشد و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز ایران فردا به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شانگاهی دیگر بار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود